پس ظالم بر نفس کسی است که دین فهمید و غیر دین قبول کرد، سنت فهمید به دست را پشتش رفت. و انسان های مقتصد میانه همی کسی است که دین خودش تعمیل میتونه خود به دیگران نمیرسند، که دیگران خرزن دیگران کسی چی میتونه هر کسی ایسا به دین خود موسا به دین خود ولی خود موافق هستند. سابقون بالخیرات کسی که هم خود عمل میکند هم دین به دیگران میرسند، این سابقون بالخیرات. بنان خداوند مطال ما شما را از سابقون بالخیرات بگردن که همیشه هم خود عمل بکنه هم دیگران را به دین تشویق بکنه و امیر یقین فضیلت بسیار بزرگ. نتیجه ازی چی میشود؟ نتیجه ازی که انسان فقط به خیر میکند، جنات و عدن، بستانهای اقامت یا فلونه ها داخل شوند در آنها، یحلون زیورت بشانده شوند فیها در آن، من اصابر من ذهب از این قسمهای کره های طلا و لؤلؤ و مروارید و لباس من فیها حریر و لباسشان در آن را چی باشه؟ ابریشم باشه. پیامبر خدا علیه السلام می فرمود هر کسی که در دنیا طلا را پوشانید و لباس ابریشمی را بر تن کرد از مردای امتم، خداوند متعال اینی وعده خود در جنت در آنها می دهد. بنابراین خدا بر ما گفته که داخل میشن در جنت و زیور پوشانیده شوند در آنجا از کره های طلای جنت، چون در اینجا پوشانی برخلاف شریعت خدا، اگر انگشت است، اگر لنگی های است. بنابراین اگر چپن است در کلش خطر وجود داره، کوشش بکنه که نپوشن. بنابراین یک موضوع را که بعض فقه های را تثبیت میکنه که خطایش اگر به این شکل غنسته شک رقم بوده باشه چیش دیگر رقم، ولی اگر بزارات بوده باشه خیر است. ما چی زارات داریم که می رقم فتوا برش بزنیم؟ کوشش بکنیم ترکش بکنیم. و قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. بعد از اینکه خداوند متعال اینها را به این مقام بلند رسانید، یقینا باز می گویم الحمدلله، همه ستایش از آن الله است، الذي اذهب عنا الحزن، ان ذات عظیمی که دور که از ما چگرخونی و غم را، ان ربنا لغفور شکور، بشک پروردگار ما بخشاینده شکور خبردار. ستایش مر الله راست که از ما غم و جگرخونی را دور کرد. هر آن پروردگار ما لغفور بخشاینده است، بسیار خطاها داشتم که الله برم بخشید، و قدردان است که اگر عمل بسیار کوچک ما را چی کرد، عرض داد که وسیله نجات را کرد. از این خاطر عزیز کوشش نکنید که کوچکترین عمل صالح را کوچک بشماره شد. انسان بدبخت اون انسان است که کارهای کلان کلان کده نمیتونه و کارهای خرد دینه را کوچک بشماره. مسلمان ها اصلا که ارتباط پیدا میده بشاله همیست که کوچک عمل بسیار کوچک را هم ارزش میده، بسیار عمل کوچک را در را روان استیم. یک دست دید بود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و دست شر بکش این میره علم برکش، همین کوچک کده است. در را روان بودیم، یک نفر را دیدی که امراش دو خلقه است مردش بشاره گرم گرم میره فارم برد که عجب میتونم که امراه تانی کاری بکنم، یک دانه از بیش میدی در امراهش برو و تو سلام برش بگو برانتی که خدا برش الان به اینی بخ عجر میدی ناد میخوردی بس بیرون استارش و یک کسی که در را روان است میتونم که گشنت برش بگو امراه نام بخور، وقتی تو امراه نام خود خوش میشی یا الله من تو عجر نام در سپاس الله میگرد کارای بسیار کوچک است. بدان کوشش بکنید کارهای کوچک بکنید که زمین ساز برای کوچک گفهای بزرگ دیده باشد. کارهای کلان کلان در فکر ما جای میتیم آنو بوره کده بازه میتیم. الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ، آن ذاتی که احلنا فرود آورد ما را دار المقامت به سرای اقامت، من فضلهی از خود از فضل خود، لا یمسنا نمی رسد ما را فیها در آنجا نصب رنجی، ولا یمسنا فیها لغوب، و نمی رسد ما را در آنجا لغوب ماندگی. در دنیا خوب مانده می شیدیم، کارهای خوبی کدی مانده می شید، و نماز مانده می شید، خونک می زنید،
وضو کردن سر سخت است و بریم خونه که دیگه پای ششتن قصق شاشته که نمی وضو است چیا مفته خلاص نجات دارد دیگه این قصق است و یک کل کارا شما میکنه الله باتون چی میشه عجر باتون میده خدا باتون پاداش میده ماندگی تا الله رفت میکنه والذین کفروا آنان که انکار کردن این ارزش های دین را لهم نار و جهنم نارشان وقت آتش دوزخ لا یقضى علیهم کم کرده نمیشه برایشان فیموت و تا بمیرن کم کرده ترش کرده نمیشه تا بمیرن لا یقضى علیهم حکم کرده نمیشه برایشان فیموت و تا بمیرن آنانی که کافر شدن در دوزخ بفتن ایتو بازم یا لا یقضى علیهم فیموت حکم سرش نمیشود که دیگر شما ختم شد یعنی به این معنون که عادی که بوده باشه اگر که گناه بکنه باز بوده برو بکشی خلاص شد ایتو نیست ولا یخفف عنهم من عذابها کم هم کرده نشود از ایشان از عذاب آن باشد کذالک نجزی کل کفور همچنین بدله میدیم هر انسان ناسپاس را هر انسان که قدر نعمت های ما را در دنیا نکرد چنین بدلش میدیم قرآن یکم جای دیگری همه کل ما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا لیذوقوا جلودا غیرها لیذوقوا ما ارگ و اینا را بسوزنیم در آتش این پوستهایش را تبدیل میکنیم با پوستهای دیگری تا خوب بچشن و عذاب نشوند و هم یسترقون فیها و ایشان فریاد کنند در امید و دوزخ و در عذاب خدا باز اونجا چی میگن؟ اینجا خود در دنیا خود میگفتن لات و ذات و غیرالله را تحقیق میدادن هل اقلانه برانبر است اقلانه برانبر است در آخرت با چی میگن؟ ربنا پروردگارا پروردگار ما اخرجنا بیرون کش ما را نعمل صالحان تا بکنیم کار شایسته را مطابق به خلقه پیغمبر غیر الذی کنا نعمل غیر آن عملی که میکردیم آره در دنیا در دنیا خود بیدینی را شروع کردیم و در اوجه اگر باز بره دارا به طریق سنت میکنیم یسترخونه میبینی از ماده صراخ به معنی فریاد شدید است که انسان در وقت استغاثه همونطور چیخش بلند میشه اینا هم چیخ میزنن به خاطر استغاثه پروردگار را بیرون بکشما را از امی عذاب تا انجام بکنیم کاری بکنیم او عملی که تو ما را به او مکلف کردی غیر از این عمل ناروایی که کرده بودی الله میگه نه اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير آیا عمر ندادیم شما را آنقدر که پندپذیر شود در آن من تذکر آن که پندپذیر است و جاءكم النذير و آمد برای شما ترساننده بنان فذوقوا بچشید فمال الظالمین بچشید عذاب را پس نیست ستمگاران و من نصیر هیچ مدد دارد پیامبر ما علیه السلام می فرماید که اذا كان يوم القيامه نودي ابناء 60 در روز قیامت که شاید به مردمایی که 60 سال از عمرش تیر کردن برش آواز میکردن میشد و هو العمر الذي قال الله فيه اولم نعمركم و اون می عمری است که خداوند مطالبهش ما عمر نداده بودیم شما را ما یتذکرو فیه که پند پذیر شود در آن من تذکر کسی که پند پذیر است 60 سال برد عمر دادم در این 60 سال تو خود اصلاح نکردی و جاءکم النذیر آمده بود برای تو ترساننده از طرف الله بنان فذوق پس بچشت عذاب را فمال ظالمین من نصیر پس نیست برای ستمگاران هیچ مدد داری از طرف دیگر ببینید که عمر با 60 سالگی برسد الله دیگر معذرت تقدیم نمی‌کند و از طرف دیگری اگر انسان در 60 سالگی و ریسفیدی میرسد ولی عقیدهش اعمالش درست به انجام برسد بازی جا هم میگه که الله میگه که هر بنده ریش سفید بوده باشد مویش سفید شده باشد زمان و الله دست بلند میگه الله میگه حیای میگه که مسئلت شنه ایران دیگه فکر بکنه هر کسی که موی خود در اسلام با سفید میکنه او هم باز بسیار عجب است
فنان نصف دای ما با این هم باید التفات داشته باشیم که افگاه که تو دست بلند میکنی الله بعد مسئلت میده الله میگه حیای میگه چرا بخش میکنی از این فرصت استفاده بکن در حق خودتان در حق اولادتان در حق مسلمان و مجاهدین دعا بکنید ان الله عالم الغیب السماوات والارض هر آن الله ذات عظیم معبود برحق داننده پوشیده آسمان ها و زمین است انه علیم بشأن انه علیم بذات الصدور بشأن اوست دانا با آنچه که در سینه ها در سینه ها آنچه کس الله با او دانا و لا یزید الکافرین کفرهم این سوره را خلاص میکنم فکر کنم ان شاء الله و لا یزید الکافرین هو الذي الله ان ذات عظيم است که جعلكم خلائف في الارض گردانید شما را جانشین ها در زمین فمن كفر فعليه كفره فهر که انکار ورزد از تعالیم دین فعليه كفره پس لروایت و گال کفر و انکار ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا و نمی افزاید کافران را کفرشان نزد پروردگارشان الا مقتا مگر غضب را ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا و نمی افزاید کافران را کفر ایشان الا خسارا مگر تاوان کفر ایشان بر حقشان جز تاوان چه دیگر را نمی رسند بنان آنچه که سبب بدبختی اصلی است قرآن به او اشاره می کند قل ارائیتم بگو آیا دیدید شرکاءکم الذین تدعون من دون الله شریکان خود را آن که می پرستید من دون الله بغیر الله ارونی نشان بدید ماذا خلقوا من الارض کدام حصه از زمین را آفریدند ماذا خلقوا من الارض چی چیز را از زمین آفریدند ام لهم شرکون یا ایشان را حصه از سماوات در آسمان ها ام آتیناهم کتابا یا دادیم به ایشان کتابی فهم علا بینت منه پس ایشان بر حجت از آن کدام دلیلی برش دادیم که به اساس از او با الله کس دیگر را شریک میکند ولی یعید الظالمون نه چنین است بلکه وعده نمیدهد ستمگاران بعضهم بعضا بعض ایشان برای بعض دیگرشان الا غرورا مگر از روی غرور کسی از روی غرور برشونه که باز مالا خوشتر تر تستم دیگر ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا بشك خداوند متعال الله عظیم يمسك السماوات نگه می‌دارد آسمان ها را و الارض زمین را ان تزولا از آن که از جای خود زائل شوند این زمین که استقرار را الله داده و آسمان ها را که حفظ کرده الله حفظش کرده و لئن زالتا و اگر از رویشان زائل بکند و از جایشان بگرداند به جای دیگرش ان امسکهما من احد نگاه نمیدار آنها را هیچ کس من احد من بعده بعد از وای هیچ کس هیچ کس بعد از الله دیگه او را نجات داده نمیدار این امسکه هما ولا انزالتا وگر الله ایراد دوال بدهد این امسکه هما من احد من بعده کس که باز او را نجات بدهد از حرکت داده انه کان حلیما غفورا بشک او ذات عظیم بردبار و بخشاینده است و اقسموا بالله جهد ايمانهم قسم ها میخورن به ذات پاک الله متعال جهد ايمان سخترین قسم های خود چی میگن لا ان جاءهم نذير لا يكونن اگر بیاد به ایشان نذير فرساننده لا يكونن خامخا هر انا باشن لا يكونن احد من احد الامم هر انا باشن از هدایت یافتگان از هدایت یافته ترین آنها در قوم ها در گذشته ها مردم ولی چونین نیست ولما جاءهم پس چون آمد به ایشان نذیر و پیامبری فرساننده ما زادهم الا نفورن نیفزایید در حق ایشان مگر نفرت از حق پیامبر که بر شما آمد نفرت در مقابل دین بیشترتر شد چرا؟ نشناخته بودن پیغمبر را از خاطر شاید مشکل پیدا شده باشد استکبارم فی الارض از روی سرکشی در زمین و مکر سیء و حیل اندیشیدن برای کار بد چرا پیغمبر را قبول میکنن؟ از نظر منطق کسی را بود خدا کسی را بر بفرسته که تو را به حق دعوت بکنه میپذیرون؟ سید چرا نمیپذیرون؟
قال الله قال رسول که بر گفته شد امیر میپذیره واسه چرا نمیپذیره وقتی که برش بگوی قال الله قال رسول باید استکبار میکنه در زمین یعنی قبولش نمیکنه چرا قبولش نمیکنه یکی از این که غرور داره که چطور به این گفته یک کس تسلیم شود ما کلان آدم هستم تو برمون شد دومش و مکر سیئ و حیل اندیشیدن برای کار بعد برش بگوی وطن بار گلا حدیث پیامبر قبول داریم نگاه چرا نه قبول ندارم سر پیامبر علیه السلام می فرماید هر کس که سر قبر میشنه مجاور شد اتو گناه انبار می شود اتو بدبخت می مثلی که سر کوز آتش بشیند و لباسش در بگیرد و آتش با استوان و با گوشتش برسد ولی تو نخوای بشین با چون و لحظه چطور کنیم دیگر بیخو تنها میشه کسی را نبرد نه ای را کسی نبرد یه غم بوده باش خودت امی کار بیدینی را نفر به خاطر هیله اندیشیدن چی هست؟ هیله بد جیبای مردم را دزدی بکنه دیگر بندار دیگر میپرده خاکار دیگر میپرده ای را بهو بده ای را بهو بده سعی کنه کار خود را جور کنه به خاطر اینه هیله اندیشیدن اینا حکم خدا را قبول نمیکنه اینی کار میکنه ولا يحيق المكر السيئ الا باهله واحاطه نمكنت نقشه بد الا باهل المجر باهله ان شهد هاي بد باهلش بود وصار ان شاء الله يا رب ببين كيف بعد بعد دي تربيه مريضي خضرا اني اصلا بود فهل ينظرون الا سنه الاولين بس انتظار نظر مگر خريقه هاي گذشتگان را در عقوبت طوری که خدا دیگران را عذاب نتیبا اینا را الله عذاب میده فلن تجد لسنت الله تبدیلا هرگز نیابی مر سنت الله را طریقی خدا را دیگرگونی ولن تجد لسنت الله تحویلا و هرگز نمیابی سنت الله را تغییر تغییر در سنت خدا را نمیبینی پیغمبرای خدا خوی رقم کار را نکردن صحابه پیغمبر خوی کار را نکردن تو چرا جا نکن توی کار اولم یسیر و فیل عرض آیا سر نکنم در زمین پیانبورو تا می دیدن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چه شد انجام آنانی که پیش از ایشان بودن در عقوبت و کان اشد منهم قوتن و بودن سختر از ایشان در قوت آخر انجام اون مردم چه شد قوم عاد و ثمود و ما کان الله و هرگز نیست الله متعال لیعجزه که عاجز کند او را من شیء این چیزی که سماواتی ولا فی الارض در آسمان ها و زمین این چیزی در آسمان ها و زمین است که الله را عاجز بکنه به چی شکل نیست خیر را به تو بخواهد برسد کسی و خیر را تو منه بکنه شر را برای تو الله بخواهد و او بیاد و شر را از تو دفع بکنه انه کان علیما و خداوند متعال اطاعت نیست که ضررش و نفعش برکتی به اساس خودستایی خودت بوده باشد تو نیست و یک کسی را الله عز و جل امت یک چیز جزافی می دهد انه کان علیما بشک او است دانا قدیرا بسیار توانا چون بدبختی بیشترتر زیاد است اگر یک انسان فکر میکنه که امون گپ کدام نفری بود میگه کدام مولای صاحب در رابطه با بالا سرات بحث داشت بعد وقتی که از نازکی و تیزی از او گپ ران خوزی برادر برشای که ایم حالی سوید او تو گپ زدی که ولگا تو بری آمد اگر بنان گپ کدنی جا هست قرآن کریم او تو یک بحثی را کت کل ما شما تشویش افتیدیم که چطور می شود خدا می گید فکر نتی ولو یو اخذ الله ناسا به ما کسب و ما ترک علا بحری ها من دابتیم و اگر خداوند مطال بگیرد مردمان را به آنچه که می کردن از گناه البته که نمی گذاشت بر روی زمین من دعوت هیچ جنبنده ای را خود دیگر حل می شد ولیکن یو اخیرهم الى اجل مسمی ولی الله تأخیرشان می کنه مهلت دارشان می ره تا وقت معین و اذا جا اجلهم فچون بیاد میادشان فإن الله کان بعباده بصیرا بیشک خداوند مطال اصل بندگانش بسیار بینا الله بندگانش بینا هست بعد از مطابق به عقیده هم رشد میکنه معامله میکنه هر کس در روز حشر حشر میکنه و مطابق عقیدهش با رشد میدن هم از عذاب خوبی و هم از بدی الله الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
نحمده و نستعینه. سوره مبارکه یاسین از جمله سوره های مکی است دارای 5 رکوع و 183 آیات و در ترتیب مصحف 36 سوره است و در ترتیب نزول 40 سوره است. بعد از سوره مبارکه جن نازل گردیده. سوره یاسین چون از جمله سوره های مکی است، بنان مبانی عقیدتی که عبارت از توحید، رسالت، رستاخیز و داستان ساکنان شهر انطاکیه را پیگیری میکند، دلائل یگانگی پروردگار عظیم را برای ما شما تثبیت میکند. در آغاز سوره صحبت از وحی و حقانیت رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و سوگند به اینکه قرآن کریم کلام خداوند متعال است و سپس روی سخن را با مشرکان قریش می کند که در گمراهی و دلالت به سر می برند و این دلالت به اندازه پیش رفت که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با صداقتش را انکار کردند. می‌بینیم در بخش دیگری سوره داستان ساکنان شهر انطاکیه بررسی می‌گردد که پیامبران را تکذیب کردند تا از فرجام تکذیب وحی الهی و رسالت برحذر دارد و ای از اسلوب قرآن کریم است که داستان‌ها را برای اخذ پند و عبرت برای ما شما بیان می‌کند. در قسمت دیگری سوره سرگذشت دعوتگر مسلمان حضرت حبیب نجار را برای ما شما بازگو میکند و این موضوع را طوری پیشکش میکند که در گفتن از حق از جان خطیر میشود و به اساس عزیز دعوت الهی رخت پار بهشت میگردد. در بخش دیگری سوره دلائل را به یگانگی آفریدگار در صفحه هستی اشاره میکند. در آغاز صحنه زمین خشکیده را به وحی میگیرد که سرسبز و شاداب میشود. سپس به ناپدید شدن روز و فرارسیدن شب در هستی تاریکی میپیچد و میچرخد و ماه و آفتاب و ماهتاب در مدارشان گردش میکند و ای کلگی دلالت میکند بر وحدانیت خداوند متعال. بعد از احوال قیامت و رستاخیز او را مورد بحث قرار میدهد و طبیعی است که در او روزی واپسین انسانها به دو دست تقسیم میشوند، گروهی هم در دوزخ میروند و گروهی هم به طرف بهشت و جنت. در پایان سوره به بحث از موضوع اساسی که همان زندگی بعد از مرگ است و پاداش در مقابل اعمال می‌پردازد و دلائل را بر این موضوع اقامه می‌کند. سوره به نام سوره یاسین یاد می‌شود و در حقیقت بیان اعجاز قرآن کریم را برای ما شما پیشکش می‌کند. پیامبر ما علیه الصلاة و السلام در حدیث صحیح می‌فرماید که ان لكل شيء قلبا وان قلب القران ياسين ومن قراها في ليله اعطى يسر تلك الليله ومن قراها في يوم اعطى يسر ذلك اليوم وان اهل الجنه يرفع عنهم القران خلا يقرؤون شيئا الا طه وياسين. فامر من فرمات براي هر چیز قلبی است و قلب قرآن کریم یاسین است. کسی که ایره شب بخواند خداوند متعال آسایش و آرامی شب را نصیب از بنده می کند و هر کس ایره روز بخواند الله جل جلاله آسایش این روز را نصیبش می کند. از اهل جنت قرآن کریم گرفته می شود در وقتی که داخل جنت می ما سوای سوره یاسین و طه همراهشان می باشه در عموج هم تلاوت شد.
حضرت معقل ابن یسار می فرمد که پیغمبر خدا علیه السلام می فرمد که اقرئوا یاسین علی موتاکم، انگامی کسی که در احتضار مرگ بوده باشد سوره مبارکه یاسین را برشان تان تلاوت بکنند. در حدیث دیگر می فرمد که ما من میت یقرأ علیه سوره یاسین الا هون الله علیه، هر مردی که در حالت احتضار بوده باشد و انگامی که تلاوت مبارکه سوره یاسین بر سر شود خداوند متعال سرش آسان می گیرد. این به معنای عظیم است که دوره که در افغانستان ما مرواج است، حالا بیا این کلاس چینش بکنه، هر کسی که خوار ما بیا با سرش یک دفعه می کنه که یای طرف شد یای طرف شد، بیت در قرآن به این معنی نی آمده، بلکه به خاطر از این آمده که آسانی برای ما و شما بدهد و الله جل جلاله ما شما را عاملین برای قرآن کریم بگرداند. به هر صورت سوره مبارکه یاسین از جمله با عظمت‌ترین سوره های قرآن کریم است که در حقیقت معرفی میکند الله را بر ما در این نظام کائنات، تا که خدا را با وحدانیت بفرستیم و عبادتش بکنیم. یاسین الله اعلم به مراده، از جمله حروف مقطعات است و به خاطر اعجاز قرآن کریم ذکر می شود و یه عبارت که آنچه که بعد می خوانیم از همه حروف است که تلفیق یافته و پیام رسای را برای شما می برد. امام ماوردی از حضرت علی بن ابی طالب روایت می کنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید ان الله تعالی اسمعنی فی القرآن، خداوند متعال ما را در قرآن کریم مسمى کرده به سبع اسماء و هفت نام، محمد، احمد، طه، یاسین، مزمل، مدثر و عبدالله. و حضرت عبدالله ابن مسعود هم از حضرت عبدالله ابن عباس هم می فرمد که اصلا یاسین به معنای یا انسان است در لغت قبیله طی، آنها یاسین وقتی که میگن یعنی ای انسان. روی ای اساس پس یاسین اگر بر روایت ماوردی اکتفا شد ولی ضعیف است. به روایت هایی که ما میخوانیم فتواها یاسین از مدثر از اسمای پیامبر خدا علیه السلام قبلا گذشت، این روایت ها ضعیف است. بنان دقیق والله اعلم همی خواد بود، اگرچه در سر زبان شاعرهای ما ای گفت زیاد زیاد ذکر شده که یاسین و مزمل و طه، ولی دقیقا که وقت انسان اشاره بکند بعد می فهمه که نه ای از اسمای پیامبر خدا علیه السلام نیست. پس بنان یاسین در قبیله تی اگر ای را ببینیم به معنای ای انسان می شود. یاسین ای انسان و سعید ابن جبیر می فرمد که یاسین اسم من اسماء الله، اسم از اسماء خداوند متعال است. و ببخشید سعید ابن جبیر می فرمد که اسم من اسماء النبی صلی الله علیه و سلم، اسم از اسماء پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. و حضرت امام مالک می فرمد که نه، و اسم من اسماء الله، یکی از نامهای خداوند متعال است. بعد صورت بعد تعبیرش که گرفته شد ولی دقیق ای خواهد بود که از جمله حروف مقطعات است. یاسین الله اعلم بمراده و القرآن الحکیم، قسم به قرآنی که از حکمت پر است، قسم به قرآنی که با حکمت است و از حکمت پر است. اینک لمن المرسلین، هر آن تو از جمله پیامبران و فرستادگان الله قسم میگیره. یاسین و القرآن الحکیم، قسم به قرآن با حکمت که از اندرز و نصیحت پر است. آیه آیهش اینک لمن المرسلین، هر آن تو از جمله رسولان و فرستادگان است. علی صراط مستقیم، بر راه راست، علی صراط مستقیم، قرار داری بر راه راست.
على صراط مستقیم جار و مجرور متعلق به مرسلین است که مفهوم آیت مشارکه على صراط مستقیم رسالت تو بر جاده مستقیم است. رسالت تو بر جاده مستقیم است. بعد آن را خبر بعد از خبر میگیرد. در این صورت مفهومش این میشد که تو به صراط مستقیم قرار داری، این نکلم من المرسلین، هر آن تو به راه مستقیم قرار داری. تنزیل العزیز الرحیم، فرو فرستاده شده ذات غالب و مهربان. تنزیل به اساس نص مفعول فعل مقدر است. نزل تنزیل العزیز الرحیم، نازل کرده فرو فرستاده شده ذاتی که غالب و مهربان است.